مریخ نورد کنجکاوی در مریخ میتان کشف کرد. با سلام و درود خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای کانال خبری اسپیس اندسترونومی. امید تا آخر ویدیو با ما همراه باشید. طبق اعلام ناسا، مریخ نورد کنجکاوی شواهد از میتان در مریخ کشف کرده که منبع انتشار آن بسیار به این کاوشگر نزدیک است. برخی محققان معتقدند وجود میتان میتواند نشانه های از حیات در این سیاره باشد. محققان مؤسسه فناوری کالیفرنیا 6 مکان را با جوشش میتان در این سیاره شناسایی کردند که یکی از آنها در فاصله چند کیلومتری جهت غرب جنوب غربی مریخ نورد کنجکاوی قرار دارد. در این حالت ایدئال این مریخ نورد میتواند میزان انتشار این گازها را بررسی کرده و ماهیت واقعی آنها را تعیین کند. کنجکاوی از زمان فرود در سیاره مریخ در سال 2012 6 نقطه جوشش میتان را کشف کرده است، اما دانشمندان تاکنون موفق به یافتن منابع آنها نشدند. ضمن اینکه مدارگرد ردیابی گاز متعلق به آژانس فضایی اروپا نیز نتوانسته از این گاز میتان را در سطوح جو ردیابی کند. تیم دانشمندان با مدل سازی ذرات میتان و ردیابی مسیرهای آنها بر اساس سرعت بادهای تاریخی منابع آنها را محدود کرد. مریخ نورد کنجکاوی ناسا در هنگام بررسی سنگهای رسوبی غنی از خاک رز در اطراف محل فرود خود در دهانه گیل یک دریاچه باستانی که هنگام برخورد یک سیاره با سیاره سرخ در حدود 3.6 میلیارد سال پیش ایجاد شده بود کشف کرد. خاک رس نشانه مناسب برای اثبات حیات است، زیرا معمولا بر اثر برخورد آب با مواد معدنی سنگی و پوشیده شدن ایجاد می شود. خاک رس همچنین یک ماده عالی برای ذخیره فسیل های میکروبی است. جان گرودزینگر استاد زمینشناسی در مؤسسه فناوری کالیفرنیا گفت این مکانها مکانهای بسیار خوبی برای جستجوی شواهد از زندگی باستانی هستند و ما واقعا هیجان زده ایم که این موضوع را کشف کرده ایم. ماموریت کنجکاوی در مریخ از 9 سال پیش آغاز شد و این مریخ نورد همچنان به مطالعه سیاره سرخ پرداخته و مدت زمان ماموریت اولیه 2 ساله خود را مدت هاست که رد کرده است تا بتواند حیات باستانی مریخ را کشف کند. مریخ نورد جدید استقامت نیز هم‌اکنون در مریخ فعال است. این کاوشگر که در فوریه 2021 بر سطح مریخ نشست و وظیفه جمع‌آوری نمونه‌های سنگ و خاک برای بازگشت احتمالی به زمین را بر عهده دارد. تحقیق و کشف انجام شده توسط کنجکاوی نه تنها نشان داده که چگونه آب و هوای مریخ تغییر کرده، بلکه به استقامت نیز کمک کرده تا تعیین کند که کدام نمونه های خاک را جمع‌آوری کند تا احتمال یافتن حیات در آنها افزایش یابد. از آنجا که تمام میتان موجود در جو زمین از منابع بیولوژیکی ناشی می شود، دانشمندان با یافتن این گاز در مریخ بسیار هیجان زده شدند. از آنجا که این تحقیقات هنوز تحت بررسی همتا قرار نگرفتند، بنابراین باید با احتیاط کامل نسبت به نتیجه گیری آن اقدام کرد. این احتمال نیز وجود دارد که این گاز منشأ غیر ارگانیک داشته باشد و این منابع جوشان میتان با فعالیت سطح شناسی مرتبط با آب مایع در مریخ ارتباط داشته باشد، چرا که گزارش شده سیاره مریخ در اوایل عمر خود مقادیر زیاد آب داشته است و حتی اگر در این منابع آب فعال وجود نداشته باشد، یک مطالعه از نزدیک میتواند تاریخ مریخ را عیان کند. محققان یافته های خود را در مجله ساینس منتشر کردند. با سپاس فراوان از اینکه تا آخر ویدیو با ما همراه بودید. اگر میخواهید از آخرین اخبار فضا و نجوم آگاه شوید، پس کانال ما را سابسکرایب نموده و زنگ آگاهی را فشار دهید.